سخن گفتن از وقایع دهه 60 و کشتار 67 سخته. بله، برای زهرا رهنورد سخن گفتن از این سالها سخته، چون مجبور اعتراف کنه که یک جنایتی در سال 67 یک اتفاق افتاده، جنایتی که ایشون به عنوان لکه سیاهی در جمهوری اسلامی مطرح میکنه که به نظر من این یکی از لکه های سیاه جمهوری اسلامیه. و زهرا رهنورد مطرح میکنه که این جنایتی که در اون سال اتفاق افتاده، موسوی و خامنه‌ای ازش خبر نداشتن. واقعا این دیگه جوکه، جوکی که خانم زهرا رهنورد داره میگه، به خاطر اینکه موسوی در اون زمان نخست وزیر وقت، نخست وزیری که دولت دستش بود و امامی رو که قبول داره و همچنان امروزم میخواد از همون امام و خط اون امام رو میخواد پیش ببره و قانون اساسی اون امام رو پیش ببره و اون امامی که پای اعدام هزاران زندانی سیاسی رو اعدام امضا کرده بود و حکم اعدام زندانیان سیاسی رو داده بود. و چرا الان زهرا رهنورد مجبوره به این جنایت اعتراف کنه؟ به خاطر شرایط تاریخیه، به خاطر اتفاقی که الان در ایران افتاده، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی الان در موقعیت دیگری قرار داره، جمهوری اسلامی که رو به زواله، جمهوری اسلامی که دیر نیست و خیلی زود ما خواهیم دید که میره و وقتی هستش که همین رهبران جمهوری اسلامی رو باید پای میز محاکمه مردم بکشن و همینایی که در تمام دوران جمهوری اسلامی در قدرت بودن و در جنایتهایی که در این 30 ساله اتفاق افتاده همشون درش نقش داشتن، دخیل بودن و اجرا کنندش بودن و اینها باید بیان پاسخگوی کارهایی که در اون زمان کردن و باید جواب بدن به مردم و بگن که چی شده. و تمام این اعترافاتی که الان ما میبینیم در صفحاتی که پخش میشه در روزنامه ها و همه به نوعی دارن اعتراف میکنن و همه به نوعی دارن میگن جنایت اتفاق افتاده از بد به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی به خاطر مبارزات مردم ایران، به خاطر شرایطی که الان در اون جامعه به وجود داره و به خاطر اینکه جمهوری اسلامی رفتنی است و روزهای آخرشه و تمام این اعترافات به خاطر این شرایط تاریخی.